دوستان عزیز، هم میهنان گرامی، خوش اومدید به برنامه زنده شماره 14 جنبش سرباز گمنام میهن. خیلی سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. امشب مطالب مهمی رو مورد بررسی قرار میدیم. در حالت انقلابی هستیم، در حالت در واقع آمادگی و مرحله قبل از مرحله دوم انقلاب هستیم و این مرحله دوم را حتما باید آغاز کنیم و تا پیروزی ادامه بدیم. حالا تا بیشتر شنونده ها و بیننده های عزیز جمع بشن، من یه توضیح کوتاهی بدم در مورد سیناترا. از ما سوال شده سیناترا چی هست؟ در واقع سیناترا اسم یک خواننده آمریکاییه، فرانک سیناترا یا فرانسیس آلبرت سیناترا، که در نیمه دوم دهه 60، یعنی در واقع در سال 1967 یک آهنگی رو به اسم مای وی یا راه من خوند. این خواننده یک آدم سیاسی بود در بخشی از زندگیش و در اون زمان یک تظاهرات و قیام و مبارزه در واقع بر علیه حکومت دیکتاتوری روسیه اون زمان یا اتحاد جماهیر شوروی در کشورهایی که به زور به شوروی پیوسته بودند در اونجا برقرار بود و این آهنگ رو خوند، My Way یعنی راه من. البته دقیقا نمیدونم که واقعا به خاطر اون بود که خوند یا همینطوری، چون این آهنگ در واقع بر اساس یک آهنگ دیگر فرانسوی ساخته شده، ولی به هر حال مسئله این بود که رئیس وقت یا رئیس دیکتاتوری اون زمان برژنف که در صدر حکومت بود از KGB، مؤسسه جاسوسی شوروی و همون روسیه الان، خواست که بر علیه اون مبارزاتی که توی کشورهای مختلف هستش اقدام بکنند. بعد KGB یا KGB اومد از اون مردمی که در حاشیه بودن یا در واقع در قسمت خاکستری نه با مبارزین بودند و نه با حکومت دست نشانده روسیه و با حکومت دیکتاتوری روسیه، اومدن اینا رو بر علیه مبارزین بشورونن. خب اومدن یه سری خرابکاری هایی کردن، یه سری دزدی ها، چپاول ها، غارتگری ها و جاهای مختلف رو سوزوندن و اینا که خود KGB این کار رو میکرد، ولی می اومدن اینو بر علیه مبارزین تبلیغات میکردن که مبارزین اومدن این کار رو کردن، که باعث شد که مردمی که در حاشیه بودن و در قسمت خاکستری بودن، نه سفید نه سیاه، بر علیه مبارزین اقدام کردن و اونجا بود که در واقع اون سیستم دیکتاتوری روسیه یا شوروی اون زمان از این طرح یاد کرد و برژنف این رو به عنوان سیناترا داکترین یا دکترین سیناترا اینو معرفی کرد، البته به شوخی، به حالت مثلا طنز، که اینو بر علیه اون آهنگ سیناترا هم میخوندن. خب بعد این الان در زمان کنونی در کشور ما داره اجرا میشه. دیکتاتوری چه سرخ باشه چه سیاه فرقی نمیکنه، روسی باشه، اسلامی باشه یا سرمایه‌داری باشه، دیکتاتوری دیکتاتوریه. و دیکتاتوری حکومت اشغالگر اسلامی که 40 سال حکومت کشور ما رو اشغال کرده و بر مردم ما حکومت میکنه، این رو در واقع دوباره بازسازی کرده، این واقعه سیناترا یا اون دکترین سیناترا رو. حالا خواستم یه توضیح بدم کوتاه در مورد سیناترا که اصلا سیناترا چی هست و چرا مطرح شد توی کانال ما، همچنین کانال های آوا تودی و کانال های دیگه. خب بپردازیم به آمادگی برای مرحله دوم انقلاب انقلاب آزادی تا پیروزی. اول یک داستانی رو فعلا برای شما بگم، یک داستان تاریخی. تاریخ 18 می 1983 کاترین هورست، معروف به کاتی، 17 ساله، تنیسباز، در مقابل مارتینا ناوراتیلووا که قهرمان بدون چونوچرای تنیس زنان اون زمان بود، در فرانسه، در مسابقات تنیس فرانسه به نام The French Open در مقابل مارتینا قرار گرفت. 16000 تماشاچی اونجا بودند و همه فکر میکردند که مارتینا که قهرمان تنیس زنان جهان بود و تمام مسابقات اون سال رو برده بود و 36 مچ رو بدون باخت برده بود، همه فکر میکردند که برای مارتینا یک لقمه چرب و نرم هستش که کاتی رو ببره، کاتی 17 ساله. کاتی در ست اول 6-4 مارتینا رو برد. مارتینا بر اساس حرفهای مربیش و خشم و غضبی که توی اون ایجاد شده بود که یک تنیس باز بینام و نشان 17 ساله ست اولو برده، خیلی عصبانی شد و تمام قدرتش رو به کار گرفت و در ست دوم 6-0 در واقع مارتینا برد، یعنی کاتی رو 6-0 در ست دوم شکست داد و کاتی در ست سوم 6-3 مارتینا رو برد و برنده مسابقه و برنده تورنمنت شد. این داستان رو از این نظر میگم که وقتی که با کاتی، کاترین هورست، مصاحبه کردند در پایان مسابقه، نکته خیلی جالبی رو اشاره کرد. ازش پرسیدن کاتی شما چطور در مقابل همچین غولی ایستادی و بردی؟ گفت من برای تنها بازی کردن اینجا نیومدم، من برای بردن اومده بودم. هدف من، توقع و انتظار من برد بود و بردم. این در واقع داستان آموزنده‌ای هستش برای همه ما که ما وقتی که به تظاهرات میریم، وقتی یک شیوه مبارزاتی رو پیش میگیریم، وقتی یک کاری رو چه در زندگی شخصی و چه در زندگی مبارزاتی انجام میدیم، باید هدفمند باشیم، باید انتظار و توقع برد رو داشته باشیم. تنها به این منظور که بریم توی تظاهرات و یه سری شعار بدیم، به این منظور نباید بریم. مخصوصا برای فردا که دانشجویان عزیز در دانشگاه‌های سراسر کشور و در جاهای مختلف، البته امیدوارم که این اطلاعیه شماره 11 ما به دانشجوها رسیده باشه و حتما اگه نرسیده خواهش ما این است که هر دانشجویی در هر جای، هر نقطه‌ای از ایران میشناسید، اینو حتما براش بفرستید و تظاهرات و اعتراضات روز دانشجو رو سراسری بکنیم و حتما مردم هم باید پشتیبانی بکنن. طبق اون کارهایی که ما گفتیم، در واقع تظاهرات برق‌آسا در هر زمان و هر مکان، توی دانشگاه ها، خیلی از دانشگاه ها که بزرگن قابل اجرا هستش، در جاهای مختلف، حتی دانشگاه های متوسط قابل اجرا هستش. و مسئله دیگه این که نباید که حتما توی دانشگاه باشه، روز دانشجو میتونه در اطراف دانشگاه در جاهای مختلف باشه و حتما اطلاعیه شماره 11 ما رو برای تمام دانشجویان بفرستید. و اگر شما دانشجو هستید، دارید گوش میدید این برنامه رو، لطفاً به همه همکلاسی هم دانشگاهیاتون برسونید که هدفمند باید برید برای مبارزه. مسئله تظاهرات و اعتراضات تنها این نیست که بریم اونجا چند تا شعار بدیم، چند نفر کشته بشن، چند نفر زخمی بشن، چند نفر دستگیر اسیر بشن، توسط این رژیم اشغال کرد و ما بریم خونه و فکر کنیم که بله یه کاری کردیم. نه، این کار اساسی هست اما کافی نیست. این کار لازم هست اما کافی نیست. هدفمند بودن یه چیزی هستش که ما رو در زندگی شخصی و مبارزاتیمون به هدف میرسونه، به اون نتیجه دلخواه میرسونه. بدون اون فایده نداره. شما وقتی توی اعتراضات میرید، توی تظاهرات میرید، حتما باید یه هدفی داشته باشید مشخص. با بچهای هسته خودتون اینو مطرح بکنید. وقتی اونجا میرید با مردم مطرح بکنید هدف چی هستش. هدف این نیست که فقط چند تا شعار بدید چند نفر کشته و زخمی بشن، چند نفر دستگیر بشن. شما باید اون هدف نهایی رو در نظر داشته باشید. یک، اینکه تعداد کشته ها هرچه کمتر باشه. وقتی که مزدوران حمله میکنن، گروه های و هسته های مبارزاتی تدافعی تهاجمی، حتی اگرم درست نکردید از قبل، همونجا درست کنید. مردمی که اونجا هستن اومدن که جونشون رو فدا بکنن، بنابراین همونجا میتونید اون هسته رو درست بکنید، لیدرشیپی رو اونجا به عهده بگیرید و حتما به مزدوران حمله بکنید و خلع سلاحشون کنید و بر علیه اونا اقدام بکنید. ببینید ما در یک جنگ تمام عیار اعلام نشده هستیم، حتی البته اعلان که کردن، ولی به عنوان یک جنگ بین دوتا کشور اعلام نشده. ولی در واقع اینجوری هستش، در یک کشور 85 میلیونی 85 میلیون انسان توسط چند هزار نفر برده و اسیر شدن، سرکوب دارن میشن و ما باید این توطئه رو خنثی بکنیم. ما باید بجنگیم تا پیروزی در همه زمینه ها. منظورم تنها جنگ مسلحانه نیست، در همه زمینه ها این مبارزه باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین هدفمند بودن خیلی مهمه. هدف اصلی اینه که تعداد کشته، تعداد زخمی کمتر باشه و حتما به مزدوران حمله بکنید. حمله شما باعث عقب نشینی اونا میشه و اینکه تعداد اسیرها رو به صفر برسونید. وقتی میبینید اینا حمله میکنن به یه چند نفر رو مثلا جدا میکنن، گیرش میندازن، همه شما باید با هم گروهی حمله بکنید، اینا رو بگیرید. اون آمبولانس هایی که میارن به اسم آمبولانس، البته آمبولانس نیستن، فقط نیروهای دشمن رو دارن جابجا میکنن و افراد اسیر رو توی اون میندازن و میبرن به شکنجهگاه ها و سیاه‌چالاشون. اینا رو باید شما جلوشو بگیرید و اینا هستش که هدف اصلی ما از این اعتراضات و تظاهرات هستش. تنها شعار دادن نیست. خب حتما این کارا رو انجام بدید. مبارزات باید همه جانبه باشه. مبارزات تنها یک مبارزه مسلحانه نیستش، تنها هسته‌های تهاجمی تدافعی این کار رو نمی کنن. مبارزه در تمام زمینه هایی که در کشور موجوده باید باشه، از اعتراضات مدنی به شیوه عملی. اعتراضات مدنی تنها شعار نیست. اعتراضات مدنی یعنی اینکه اعتصاب سراسری باید بشه، یعنی اینکه همه باید شرکت بکنن، یعنی اینکه اگر افراد خانواده دوستان شما شرکت نمیکنن، شما برید باشون صحبت بکنید، این فیلم ها رو براشون بذارید، ببینید اونا چیکار دارن میکنن، یادشون بندازید که 40 سال ما در رنج و عذاب و بدبختی و بردگی هستیم و حتما قانع میشن که ما در واقع با یک دشمن اشغالگر کشور در مبارزه هستیم و این بر تمام افراد، تک تک ایرانی ها واجب هستش که مبارزه بی امان رو ادامه بدن. بنابراین مبارزات باید همه جانبه باشه، در تمام زمینه ها، زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی، نظامی، انتظامی، هر جوری که میدونید باید این مبارزه کماکان ادامه داشته باشه و با شدت و قدرت بیشتر. استفاده درست از زمان و موقعیت خیلی مهم هستش. زمان چیزی هستش و حتی موقعیت، گاهی وقتا یک موقعیت پیش میاد و این ممکنه دوباره پیش نیاد. زمان داره از دست میره، بنابراین حتما از اون زمان و موقعیتی که هستید استفاده کامل رو بکنید. اونجا به تبلیغات دشمن گوش ندید. اونجا ترس وجودتون رو فرا نگیره که برگردید به خونه هاتون. زمان زمانی هستش که ما بهترین زمان رو داریم، بهترین موقعیت رو داریم الان، چون حکومت اشغالگر در ایران، عراق، لبنان درگیر هستش، در یمن همچنین. از نظر بین‌المللی دیگه هیچ مشروعیتی هیچ جا نداره، حتی بین سران شیعه، بین مقلدان شیعه یا حتی آیت الله سیستانی اومد به عنوان مرجع تقلید و تمام آیات عظام شیعه کارهای خامنه ای رو محکوم کردند و اونو در واقع ولی فقیه نمیدونن و اصلا ولایت فقیه رو کاملا مطلقا رد میکنن. خب یعنی اینکه مشروعیت در هیچ جا نداره، بنابراین بهترین زمان و مکان هستش و در هر زمان و موقعیت مناسبی که اونجا هستش در اون زمان باید شما اون کارهایی که لازمه اونجا انجام بدید و این زمان و موقعیت ممکنه دوباره برنگرده. خواهش من اینه که حتما اینو 100% و به صورت کامل استفاده بکنید. گسترش مبارزات در سراسر کشور یک امر حیاتی است. شهرها و استانهایی که در اونها تظاهرات نبوده یا کم بوده ازشون دعوت بکنیم که حتما به مبارزات بپیوندند و مبارزات همونطور که گفتم همه جانبه است. اعتصاب های سراسری، اعتصابات کارخانجات، صنایع سنگین، صنعت نفتگاز و تمام صنایع ایران. حکومت اشغالگر رو باید کاملا فلج کرد. این تنها راه پیروزی هستش در همه زمینه ها. وقتی که اعتراضات میشه نباید قطعش بکنیم، نباید قطع اینترنت موجب قطع اعتراضات بشه یا کاهش و فروکش کردن اونها. بنابراین گسترش مبارزات در سراسر کشور در همه زمینه ها یک امر حیاتی لازم و ضروری است و از نان شب واجب تره. حالا ببینیم چگونه هسته ها رو تشکیل بدیم و چگونه لیدر بشیم. ببینید دوستان، هر کدوم از شما واقعا قدرت لیدری رو دارید، قدرت فرماندهی رو دارید و فقط اینه که باید به خودتون اعتماد بکنید. اعتماد به نفس چیزی هستش که انسان رو لیدر میکنه. خیلی از شما حتی قدرت اینو دارید و سزاوار این هستید که واقعا لیدر شهر یا استان یا حتی کشور بشید. خب خودتون رو دست کم نگیرید. حتی اگه با دوستانتون یا افراد خانواده صحبت کردید و اونا جواب رد دادن به شما، در زمان اعتراضات بهترین موقعیت هستش برای شما که لیدرشپ که خودتون رو نشون بدید و فرماندهی رو همونجا به دست بگیرید، همونجا هسته درست بکنید و همونجا کارا رو بکنید. و به همین صورت بود که اتفاقا در اون مرحله اول آغازین انقلاب آزادی بسیاری از هسته ها اونجا درست شدن، بسیاری از بچه‌هایی که قبلا میگفتن ما نمیتونیم لیدر هسته بشیم، حرفمون رو گوش نمیدن، همونجا هسته رو درست کردن طبق آموزشایی که داده بودیم. خب شما هم همینطور. تمام کسانی که تا حالا این کارا نکردن و هر حرفای منو دارن میشنون، خواهش میکنم اینو به دقت گوش بدید، اینو حتما با بچهای دیگه مطرح بکنید، به دوستانتون بفرستید و این کار رو انجام بدید. شما لیدر هستید، فقط تنها میخواد که به خودتون اعتماد کنید. چگونگی جذب نیروهای مردمی نه تنها در زمانی که در آرامش هستید بلکه در همون زمان تظاهرات و اعتراضات زمان خوبی هستش برای اینکه نیروها رو جذب بکنید. نیروهای مردمی اونجا هستن. شرم نکنید که از اینکه برید با بچه‌ها صحبت بکنید، با بقیه مردمی که اونجا هستن صحبت بکنید. این کار رو حتما انجام بدید. نیروهای مردمی رو جذب بکنید، هسته‌ها رو اونجا درست بکنید و حتما پیروز میشید. خلع اصلاح کردن دشمن در همه زمینه ها. ببینید خلع اصلاح تنها مسئله سلاح جنگی نیستش، بلکه ترفندهایی که دشمن در زمینه های مختلف داره به کار میبره و باید اینا رو خلع اصلاح بکنیم در تمام زمینه ها، از جمله اعتصابات، از جمله تظاهرات، از جمله اعتراضاتی که در جاهای مختلف، در اصناف مختلف، در شهرهای مختلف داره انجام میشه. اونا رو حتما باید گسترش بدید و تمام ترفندهایی که دشمن برای خنثی کردن مبارزات مردمی داره انجام میده باید خلع سلاح بشن. مثلا یکی از نمونه‌های خلع سلاحی که انجام شد در مرحله آغازین انقلاب، تظاهرات برق‌آسا در هر زمان و هر مکان و آتش به اختیار بودن لیدرها و فرمانده‌های میدانی بود که این برای اولین بار بود که ما بعد از آموزش لیدرها در چندین ماه گذشته شروع کردیم این کار رو. حتی بعضی از ما انتقاد کردن که چرا فراخوان عمومی نمیدیم، چرا فراخوان فلان گروه و فلان دسته رو پخش نمی‌کنیم برای همایش و اینا. و ما اونجا اعلام، بعد از اینکه دو بار که باشون همکاری کردیم و واقعا دیدن نتیجه رو، بهشون ثابت شد، ما اعلام کردیم که از اون به بعد ما فراخوان عمومی نمیدیم تا زمانی که موقعیتش مناسب باشه. الان زمان تظاهرات برق‌آسا در هر زمان و هر مکان و آتش به اختیار بودن لیدرها و فرمانده‌های میدانی هستش. ما فعلا این کارو میکنیم و به همین صورت ما دشمن رو اون زمان خلع سلاح کردیم در این زمینه و واقعا نمیدونستن چیکار بکنن و توانایی برخورد با این همه تظاهرات وسیع در نقطه‌های مختلف شهرها و استان‌های مختلف کشور رو نداشتن. این یک نوع خلع سلاح کردنه. و البته خب الان وقت نیست که من در مورد بقیه چیزا صحبت بکنم، اما همه شما میدونید چیزایی که در کانال میذاریم، ترفندهایی که رژیم داره به کار میبره، شما باید اونا رو خلع سلاح بکنید. مثلا اینکه میان یک سالن عروسی رو یا یک جای معمولی رو یا مثلا خوابگاه دانشگاه یا فلان قسمت دانشگاه رو چیز میکنن که منفجر بشه، یا مثلا لوله گازشو میبرن یا آتیش میزنن فلان اینا، که بعداً بذارن سر به اصطلاح تقصیر مبارزین، و یا اینکه از اون طرف بیان در صدا و سیمای کریهشون اعلام بکنن که ما رفتیم اینو خنثی کردیم. این ترفندها رو باید خنثی بکنید و هر جا شما اینا رو دیدید باید اینا رو دستگیر کنید و مشخص بشه که اینا کی هستن. کارت‌های شناساییشون رو بگیرید، ازشون مصاحبه ویدیویی بگیرید یا حداقل صوتی و تصویری، البته خیلی بهتره، و دشمن رو در تمام زمینه ها باید خلع سلاح کرد، چون ما با یک دشمن تابون دندان مسلح و غارتگر تمام سرمایه های ملی ما طرف هستیم. کار آسانی نیست، اما کار انجام شدنی و امکان پذیر هستش و حتما باید این کار رو انجام بدیم. گسترش انواع هسته‌های مبارزاتی در زمینه‌های مختلف یک امر واجب، ضروری و حیاتی است و حتما باید در تمام زمینه‌ها ما گسترش بدیم انواع هسته‌ها رو. ببینید انواع هسته‌ها، مثلا هسته اصلی تظاهرات که شعار دادن و هدایت هستش، هسته تدافعی و تهاجمی، البته من اینجا فقط به صورت تیتروار اشاره می‌کنم، اما شما عزیزان باید در زمینه این هسته‌ها جزوهایی درست بکنید، چون ما واقعا نمیتونیم به همه این کارا برسیم. تعدادمون اونقدر زیاد نیست در ستاد فرماندهی که بتونیم به همه این کارا برسیم و کلی مأموریت و کارهای دیگه داریم باید انجام بدیم و ما مثل شما زندگی شخصی داریم که دیگه همه چی رو تعطیل کردیم، زندگی و کار و همه چی رو گذاشتیم که نیرو بذاریم روی این مبارزات و به پیروزی برسه. بنابراین از تمام شما عزیزان خواهش میکنم که این مطالبی رو که ما مطرح میکنیم و حتی به صورت تیتروار مطرح میکنیم، شما شروع بکنید دفترچه ها و کتابچه هایی درست بکنید، ویدیوهایی درست بکنید در این زمینه ها و برای ما بفرستید که ما روی کانال پخش بکنیم و تعداد بیشتری آشنا بشن. اما به هر حال هسته هایی که ما اینجا تیتروار اشاره میکنیم، همطور که گفتم هسته اصلی تظاهرات شعار دادن و هدایت هستش، هسته تدافعی و تهاجمی هستش، هسته امدادگری که در واقع درمان مجروحین هستش و اینا حتما باید از پرستارا، از پزشکان و کسانی که در زمینه‌های پزشکی و بهداشتی وارد هستن استفاده بکنید و جزوه های زیادی رو درست بکنید، پخش بکنید. میتونید جزوه های خوبی رو برای ما بفرستید که ما روی کانال بذاریم. البته ما خودمون این کار رو میکنیم، ولی این وظیفه عمومی هستش. هسته ارتباطات هستش که باید حتی با قطعی اینترنت شما بتونید یک ارتباطات خوبی رو در اون قسمتی که اونجا اعتراض هستش، تظاهرات هستش، اونجا تشکیل بدید با استفاده از فایر چت یا برایر یا اپلیکیشن های دیگه ای که میدونید. ولی این کارا سریع باید انجام بشه. در همون زمانی که تظاهرات آغاز میشه اونجا سریع یه هسته حتی اگه درست نشده همونطور که گفتم همونجا درست بکنید و این کارا رو انجام بدید. هسته شناسایی مزدوران، کمپینی رو که شروع کرده بودیم، خوب داره پیش میره و اینو حتما باید انجام بدید. هسته خلع سلاح دشمن که در واقع یکی از کارهای کمپینایی که شروع شد از بین بردن دوربین های مدار بسته یا کور کردن چشم نظام هستش که حتما در همه جاها باید انجام بشه و مخصوصا توی دانشگاه ها امشب باید انجام بشه که برای فردا آماده بشه اگه انجام نشده قبلا. البته اینو ما قبلا اعلام کرده بودیم. هسته یه جذب نیرو هستش که همونطور که گفتم چه قبل از تظاهرات و چه در زمان تظاهرات و اعتراضات حتما باید این کارو بکنید. نیروهای مردمی رو جذب بکنید، همونجا هسته درست بکنید، اطلاعات خودتون رو رد و بدل بکنید. ممکنه افراد نفوذی اینجاها باشن ولی تعداد خیلی خیلی کمه و اونجا سریع میتونید تشخیص بدید. هسته از کار انداختن ماشین جنگی دشمن که حتما باید در تمام زمینه ها این کار انجام بشه و ماشین جنگی دشمن رو از کار بندازید. مثلا از کار انداختن قطعات الکترونیکی و الکتریکی و قسمت های به اصطلاح اساسی ماشین ها، تانک ها، خودروهای زرهی، همین ماشین های معمولی که به کار میبرن، موتورسیکلت ها، هواپیما ها، پهپاد ها و تمام چیزهایی که دسترسی دارید. این مخصوصا برای نیروهای مردمی که در سپاه، اطلاعات، بسیج، نیروهای مسلح هستند و نیروهای انتظامی، این خیلی مؤثر هستش و اونا حتما میتونن این کار رو انجام بدن و خواهش شما اینه که حتما این کار رو انجام بدید. میتونید به ما گزارش بدید، ما گزارش ها رو مخفی نگه میداریم تا زمان پیروزی. و هسته به راه انداختن اعتصابات سراسری که کمر حکومت رو بشکنه. ببینید مبارزه همونطور که گفتم باید همه جانبه باشه و ما باید حکومت رو تحریم بکنیم. تحریم کامل حکومت که جزو راهکارهای مؤثر مبارزه هستش. تمرکز اصلی باید بر سقوط رژیم باشه. این تمرکز اصلی است. خواهش ما اینه که به جای اینکه برید 20 تا کانال خبری رو نگاه بکنید، حتی کانال های مردمی، یکی دو تا رو انتخاب بکنید. البته کانال ما کانال خبری نیست، کانال اطلاع دهی، خط دادن، جهت دادن و مبارزه است. ما یه سری اخبار میذاریم اما هدف اصلی ما در واقع آموزش لیدرها و آموزش شما عزیزان هممیهنان گرامی برای لیدر شدن و برای مبارزه است. و تمرکز اصلی باید بر هدف اصلی باشه که اون سقوط کامل رژیم جمهوری اسلامی است. بنابراین تمام کانال های جمهوری اسلامی و وابسته به جمهوری اسلامی رو تحریم بکنید و در مورد کانال های مردمی که اخبار رو پخش میکنن یکی دو تا رو انتخاب بکنید و تمرکز رو روی هدف اصلی قرار بدید. وقتتون رو تلف نکنید که از این کانال به اون کانال بپرید. تحریم کامل رژیم اشغالگر، این تحریم شامل تمام زمینه هاست. ببینید شما کدوم کشور هستش، کدوم ملت هستش که بره به دشمن اشغالگرش پول برسونه؟ وجود نداره همچه چیزی. خب بنابراین ما با یک دشمن اشغالگر در یک میهن اشغالی داریم مبارزه میکنیم. بنابراین تمام مالیات، قبوض، عوارض، هر چی که هستش به هر فرمی که پول به حکومت میرسه باید قطع بکنید. پولاتون رو از بانک‌ها در بیارید. کامل تحریم بکنید در هر زمینه‌ای که میدونید. هر قبضی که از حکومت میاد یا سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به حکومت بسوزونیدش. پول ندید به هیچ وجه. باید تحریم کامل بشه. باید اعتصابات سراسری کاملا راه بیفته و جذب مردم و نیروهای مردمی به مبارزات خیلی مهم هستش به خاطر اینکه اینها همونطور که اشاره کردیم در اوایل برنامه که این دکترین سیناترا رو دارن انجام میدن تو ایران. شما باید مبارزه بکنید. الان هستش که وقت مبارزه هستش. ادامه و گسترش مبارزات در همه زمینه‌ها تا پیروزی حتما باید ادامه پیدا بکنه و اینو ما نباید همیشه تکرار بکنیم. اینو شما عزیزان باید در تمام زمینه هایی که به ذهنتون میرسه مبارزات رو ادامه بدید و نیروهای مردمی رو جذب بکنید. و حتی یکی از برنامه‌های خلع سلاح که البته سریع اشاره بکنم تا یادم نرفته، این هستش که نیروهایی که در بسیج، سپاه، اطلاعات، نیروهای انتظامی هستند باید به خودتون جذب کنید. شعارهایی بدید که اونا متوجه بشن برای کی دارن کار میکنن، برای یک دشمن اشغالگر. شعارهایی بدید که اونا متوجه بشن، که خانواده هاشون متوجه بشن، که مردم اونا رو بیشرف میخونن. البته عذر میخوام از اینکه همچین کلماتی من در برنامه خودمون به کار میبرم، ولی این یک واقعیتی هستش. اینا نوکر و مزدور و جیره‌خوار یک رژیم اشغالگر شدن که همه اینا رو البته فدای خودشون میکنن، فدای اون چند صد نفری که در رأس حکومت هستن و مخصوصا رهبر حکومت اسلامی. بنابراین خیلی مهم هستش که اینا رو در نظر بگیرید و با توجه به اینکه ساعت 10 هستش الان حدوداً و باید خاموشی رو انجام بدیم به مدت 5 دقیقه در سراسر کشور، من این برنامه رو به پایان میبرم. ما پیروز هستیم و چون ما مردم هستیم و قدرت مردم بی پایانه، قدرت نهایی و قدرت اصلی در دست مردم هستش و مردم ایران حتما پیروز هستند و از این امتحان تاریخ هم سربلند و پیروز در میاند. سپاسگزاریم از اینکه با ما بودید. خاموشی رو رعایت بکنید، 5 دقیقه امشب و هر شب دیگه تا پیروزی و تا اطلاع ثانوی که کارهای دیگر رو انجام بدیم. هفته خوب و پربایی رو و پر اعتراضی رو براتون آرزو میکنم. پاینده ایران، جاوید مردم مبارز و قهرمان ایران.